درود فرماها خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 27 شهریور ماه، همونجوری که مشاهده میکنید 0.1% منفی خورد شاخص کل. البته شاخص کل هموز 0.1% مثبت، ولی وضعیت امروز خیلی جالب نیست و شاهد خروج پول حقیقی به میزان بالایی بودیم، 401 میلیارد تومان، که خب برای یه همچین بازاری یه مقداری مبلغ سنگینه، به خاطر اینکه فعلا حجم معاملات خیلی کم شده و کماکان در کانال 4000 میلیارد تومان هستیم. البته هفته گذشته ما کانال 3000 را هم دیدیم، یه ذره حجم معاملات نسبت به هفته قبل بالاتر اومده، ولی هیچ نوع تحرکی از لحاظ اینکه بگیم تغییر خیلی محسوسی رو الان مشاهده میکنیم و خب منتظر این باشیم که در روزهای آینده یک جهش خیلی بزرگ رو شاهد باشیم فعلا نمیبینیم. و وضعیت RSI هم در شاخص کل هنوز وضعیت جالبی را نداره. البته سرانه خرید در برابر سرانه فروش حدودا 3-4 میلیون در حقیقی ها بیشتره و فعلا شاخص کل داره درجا میزنه. البته بیت کوین علارغم اینکه دلار جهانی امروز هم فعلا کندله سبز بوده، ولی یه مقدار افزایشی نشون داده و تونسته تقریبا 1000 و خورده دلار صعود را نسبت به دو روز قبل نشون بده، وارد کانال 27000 دلار شده. ریالیش هم 1.357 میلیارده. دلار جهانی هم فعلا بالای عدد 105 داره حرکت میکنه. مشاهده میکنید 105.3 عددی است که روی تابلو دیده میشه. البته برای فردا ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی 19 سپتامبر، خبر مهم هست که میتونه باعث تغییر روند بازار بشه و برای 20 شاید بشه گفتش که خبر بسیار مهم، یعنی اعلام نرخ بهره فدرال رزرو را داریم ساعت 10:30 شب. و خب شاید حالا بالاخره اونجا بتونه ترمز یا عکسش عمل بشه. کنفرانس مطبوعاتی فدرال رزرو هم که ساعت 11 شب برگزار میشه و در هر حال میتونه به این روند صعودی شدت ببخشه، یا اینکه کلا یک ریزش با کندل بزرگ را شاهد باشیم. دیگه باید ببینیم که فدرال رزرو چی میاد اعلام میکنه. امروز فقط نماد وگستر را در انتهای کار در فیلتر الگو ساعت میبینیم که تعداد خیلی کمه و احتمالا فردا هم بازار نباید خیلی جنب و جوش داشته باشه اگر بخوایم به این فیلتر استناد کنیم. و در طرف مقابلش البته 4 نماد دیده میشه: سدبیر، شسیناد تولید و لابسا. انتهای کار آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به پایانی کاهش داشت. امروز از نمادهای دارای الگوی پوشای سعودی کاسته و تعدادشون به 5 نماد رسید و بر تعداد نمادهای دارای الگوی پوشای نزولی افزوده شد. همجور مشاهده میکنین در محصولات غذایی خودرویی تعداد زیادی نماد دیده میشه که این الگو رو دارن. همچنین زراعتی ها هم 4 نماینده در این فیلتر دارند. نمادهای دارای 3 کندل قرمز متوالی رو مشاهده میکنید که تعدادشون از طرف مقابل، یعنی 3 سرباز سفید، بیشتره و یه جورایی میشه گفتش که روند سعودی بسیاری از نمادها امروز متوقف شده. همجور که مشاهده میکنید فقط 6 نماد روی تابلو هستن که دارای الگوی 3 سرباز سفید هستند و میتونست امروز با یک سبز خوب تعداد این نمادها رو در این فیلتر به مراتب بیشتر از این داشته باشیم. فعلا وضعیت در این فیلتر هم جالب نیست. نمادهایی که نسبت به حجم بیسوزه خودشون امروز خوب خرید و فروش شدن مشاهده میکنیم، معاملاتشون بیشتر از 3 برابر حجم بیسوزه بود. در گروه قند و شکر تعداد زیادی دیده میشه، 6 نماد رو داریم. شاید گرون شدن قیمت شکر دلیل این موضوع باشه. نمادی که با حجم خوب در منفی خرید داشت
سه امید هستش و دیگه نماد دیگه ای را امروز مشاهده نمی کنیم. نمادهایی هم که در اردوی اشتیاق خرید، کندل سبز و حجم خریدار مشاهده می کنن، امروز تعدادشون بسیار کم شده و همچنین مشاهده می کنیم 7-8 نماد بیشتر به چشم نمی خوره در این فیلتر و هیچ نمادی هم سیگنال اشتیاق خرید امروز نداشت. بهتر بگیم که امروز سبزها بازار را به قرمزها واگذار کردن در فیلترها، نتایج به نفع سبزها تموم نشد. از طرفی خروج پول حقیقی داشتیم به مقدار 400 میلیارد و متاسفانه بازار امروز بازار دلچسبی نبود. حتی آقای مهدی میگن که یه ضرب المثل اصفهانی است که میگه تا آب پاییز رو نخوره نمیرسه، اینجوره تا آب پاییز رو نخوره نمیرسه. حالا پاییز هم تا آب پاییز رو نخوره، بورس هم تا آب پاییز رو نخوره روش نمی کنه. در هر حال فعلا وضعیت خیلی جالب نبود از نظر فیلترها. حتی آقای اسماعیل میگن سعودیه، احتمالا بلند مدتتر یا میان مدت رو دارن میگن و در حال معذرت میخوام به خاطر اینکه من یکی دو روزی میکروفونم پیشم نیست دوستان و دیروزم این وقتا دیر شد ضبط برنامه، تا امروز زودتر این کار انجام دادم برای شما، ولی شاید کیفیت صدا به این علت یه مقداری دو سه روزی ضعیف باشه. عذرخواهی میکنم ازتون و امیدوار هستم که دوستان عزیز ما رو از این بابت ببخشن. در یه کامنتارم در حال همه رو داریم میخونیم و در هر حال مشکلات زیادی هستش. دوست دیگه میگن که در مورد انتقال پول به ترکیه، این که با چه روشی جابجا کنیم مطمئن باشه بگید. خب بستگی داره که چه کاری میخواین انجام بدید. بهترین روش اینه که شما بیاین ترکیه یه حساب اسم خودتون باز کنید ابتدای کار، که خب این کار با پاسپورت دوستان براتون انجام میدن، یکم سخته ولی اگه خواستید آشنا دارم که این کار براتون میکنه. به من پیام بدید، میرید بانک، خیلی راحت در عرض مثلا نیم ساعت حساب به اسم خودتون باز میشه، هم حساب به لیره، هم دلار، هم یورو. و بهترین کار این هستش که از صرافی تو ایران پول رو به حساب خودتون بریزید. این امترین روش هستش که پول به حسابتون انتقال پیدا میکنه. البته بحث ارز دیجیتال هم تقریبا امنیت خوبی داره، فقط اون کسی که میخواید ماش معامله کنید باید ارز دیجیتال رو قبول داشته باشه، به خاطر اینکه اگه شما کیملیک نداشته باشید اینجا نمیتونید که ارز دیجیتالتون رو به لیر تبدیل بکنید. و فرض کنید شما اگه میخواید یه خونه بخرید یه سازنده ترک اینجا آشنا داشته باشید، یا اینکه بسیاری از سازنده ها این کار رو میکنه، حالا آشنا هم نداشته باشید دوستان بخواد، ما آشنا داریم از سازنده هایی که این کار رو انجام میدن و فرضاً مثلا از شما تتر یا بیت کوین میگیرن به جای اینکه بخوان دلار یا لیر یا یه پول دیگه ای دریافت بکنن، به این راحتی میتونید با اونها معامله کنید، خودشون میزنید به کیف پولشون و معاملتون انجام میشه. این مراحل بانکی هم دیگه از پیش باتون برداشته میشه. ولی خب اگه که شما بخواید بیاین توی صرافی ترک پولتون رو تبدیل بکنید، حالا به لیر یا دلار بکنید یا یه چیز این شکلی انجام بدید، چون کیملیک ندارید اصلا تایید هویت نمیشید توی اون صرافی ها، براتون شاید مشکل ساز بشه. با این روشایی گفتم راحت تر میتونید این کار را انجام بدید. خب ممنونم که توجه دارید و برای ما کامنت میگذارید. امیدوار هستم که بالاخره این دو روز آخر تابستون هم یه جورایی حالا حداقل رد بشه، منفی سنگین نخوریم، تا ببینیم آیا پاییز میتونه به داده بورس برسه و ما رو یه کمی بیاره بالاتر، ببینیم چی میشه دیگه. در حال توی این لحظه هم که داریم صحبت میکنیم کندل دلار جهانی تقریبا داره سبز و قرمز میشه و حالا بحث فردا بحث بسیار مهمی هستش که احتمال داره بازگشتی را داشته باشیم. ممنونم از همه شما عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.